أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين با آنچه که مأمور شدی آن را برای مردم برسان و از مشرکین روی گردان شو. خواهران و برادران مسلمان و اطفال نهایت عزیز، سلام و شامتان بخیر. امیدوار هستیم صحتمند و سرحال باشید. خوشحال هستیم که بعد از گذشت چندین برنامه دوباره اطفال نازنین را اینجا در استیدیو با خود داریم. بسیار خوش آمدین. خوب هستین؟ شما در شبهای گذشته حتما از طریق تلویزیون دیدین برنامه را، نه؟ در خانه هایتان تماشا کردین. ما قصه های از پیامبر نازنین ما را برای شما بیان کردیم. پیامبر نازنین ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. یک چیز باید داشته باشین، هر وقتی که نام پیامبر اسلام گرفته میشه شما در جواب چی میگین؟ درود بفرستین. چه قسم؟ صلی الله علیه و سلم. در مرتبه اول درود فرستادن واجب هست، یعنی لازم هست که باید یک بار درود بفرستیم، اما در مرتبه های بعدی فضیلت هست، ثواب است، اجر است، به خاطر از اینکه هر درودی را که ما میفرستیم پروردگار در جوابش به عوضش برای ما شما اجر و ثواب میده. ما بخش های از زندگی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم را بیان کرده بودیم. شما حتما تعقیب کردین. در کجا رسیده بودیم؟ در همون جایی که پیامبر اسلام دعوت خودش را به صورت مخفی آغاز کرده بود. در خانه کی بود؟ در خانه ارقم ابن ارقم، یکی از جوانان قبیله بنی مخزوم. اما در این زمان از طرف پروردگار وحی نازل شد و پیامبر دستور داد و گفت که حال دعوتت به دیگرا هم چیکو برسان، یعنی از حالت مخفی باید چی شوی؟ بیرون شوی و به حالت آشکار. وحی را میدانین چی را میگه؟ وحی را شما در درسای قبلی خوانده بودین، در درسای استاد زینبتان. وحی عبارت از همون فرمان یا دستور از جانب پروردگار که توسط جبرائیل برای پیامبران الهی چی میشه؟ نازل میشه. قرآن کریم وحی الهی است که توسط جبرائیل در غار حرا که در برنامه های قبلی گفته بودیم برای پیامبر گرام اسلام صلی الله علیه و سلم نازل شد. پیامبر اسلام حال تصمیم گرفته که دعوت خودش آغاز بکنه، یعنی آشکار علنی مشرکین همه گیره باید دعوت بکنه و بگویه که من پیامبر خداستم، اما تا این مرحله مخفی دعوت میکرد. در تشکیلات پیامبری بزرگ اسلام، در تشکیلات مخفیش بیشتر جوانان بود. کسانی که در مرحله اول ایمان آوردن جوانان بودند. مثلا زید بود که خدمتگار پیامبری بزرگ اسلام بود، به نام حتی در مکه به نام زید پسر محمد مشهور بود. ابوبکر صدیق بود، پسر کاکای خود پیامبر گرامی اسلام حضرت علی بود و از خانم ها اولین کسی که ایمان آورده بود خدیجه بود، خانم خود پیامبر گرامی اسلام، و به همین شکل ارقم ابن ارقم بود، دیگه جوانان بود، عمار بود، یاسر پدرش بود، به همین شکل مادرش سمیه بود. اینا به صورت خانوادگی مسلمان شده بودند و در تشکیلات پیامبر گرامی اسلام هم مردها بود و هم زنها بود، یعنی تنها دین مخصوص مردها نیست، در همون زمان در آغاز دین هم خانم ها هم بود. اینا هم حرکت کرده بودند، دعوت پیامبر اسلام قبول کرده بودند و تشکیلات منظم داشتند در قسمت دعوت و دعوتگیری، اینا هم فعال بودند. زمانی که پیامبر اسلام مشرکین مکه را دعوت کرد و گفت که من پیامبر خدا هستم، وقتی که گفت که من پیامبر خدا هستم، اینجا بود که مشرکین مکه در برابر پیامبر گرامی اسلام چی کردن؟ استادگی کردن، گفتن که چگونه امکان داره؟ هیچ کسی دیگر نبود که خدا پیامبر تعیین میکرد؟ آیا خدا در بین همه مردم تو را پیامبر تعیین کرده؟ اینا چون همو داشته هایشان یا مال و ثروتشان به حد مغرورشان ساخته بود که چشمشان پرده داشت و حق دیده نمیتانستن. میگفت اگر خدا قرار باشه که پیامبر تعیین بکنه، چرا ابی جهل پیامبر نمیشه؟ چرا ابی لهب پیامبر نمیشه؟ چرا دیگه بزرگان قریش پیامبر نمیشه؟ ولی اینا فراموش کرده بودند که
خدا هر کسی را که بخواهد و هر کسی که شایستی پیامبر بودن باشه او را چی میکنه؟ به عنوان پیامبر تعیین میکنه. اینجا بود که آزار و اذیت مشرکین در برابر مسلمین در برابر مسلمان ها زیاد میشد. در بین تمام مشرکین بیشترین آزار و اذیت از طرف ابی جهل برای مسلمان ها رسیده و از طرف ابی لهب کاکای پیامبر گرامی اسلام برای مسلمان ها رسیده و خانم ابی لهب که به نام ام جمیل هست. اینجا شما ببینین ما دو تا خانواده را با همدیگر مقایسه میکنیم. یک خانواده خوشبخت است، دیگر خانواده بدبخت است. خانواده خوشبخت خانواده پیامبر گرامی اسلام است. خانواده خوشبخت خانواده یاسر هست. خانواده خوشبخت خانواده ابوبکر است. ولی خانواده بدبخت خانواده ابی لهب است. خودش و خانمش هر دوشان، حتی خانمی از او وظیفه‌ش بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم هر زمانی که از پیش خانشان میگذشت میرفت به طرف خانه خدا به عبادت کردن، خانم ابی لهب که ام جمیل نام داره خس و خار و خاشاک اینها را می آورد در پیش در راه پیامبر گرام اسلام او را می انداخت و می خواست که از این طریق برای پیامبر گرام اسلام چی کنه؟ اذیت و آزار برسانه. اما پیامبر گرام اسلام صلی الله علیه و سلم در جوابشان می گفت که آیا همسایه داری به می شکل است و برخورد با یک همسایه همی قسم است؟ حقوق همسایه داری به می شکل است؟ در برابرشان چی می کرد؟ گذشت می کرد. و هر روز بود که اینا آزار و اذیت برای مسلمان ها بیشتر می کردن. در حالی که پیامبر گرامی اسلام پیش از او به عنوان جوان امین مشهور بود در بین همین مشرکین قریش، اما زمانی که گفت که ما پیامبر خدا هستم دیگه دشمنی مشرکین در برابرش و به این شکل در برابر مسلمان ها چی شد؟ آغاز شد. خب دوستان عزیز، تا اینجا ما یک بخش قصه را با اطفال بیان کردیم. یک میان برنامه کوتاه میگیریم، بعد از میان برنامه ادامه قصه و همچنین سوالات اطفال. با ما باشین. با سلام مجدد خدمت همه دوستان و عزیزان. تا اونجای رسیده بودیم که مشرکین دشمنیشان با پیامبر گرام اسلام و مسلمان ها چی کرده بود؟ اعلام کرده بود. حتی از آزار و اذیتشان تا سرحدی رسید که خانواده یاسر، همون خانواده که هم پسرش مسلمان شده هم پدرش مسلمان شده و هم مادرش که سمیه نام داره این مسلمان شده، اینا را گرفتن آزار و اذیت کردن، لتکوب کرد. حتی ابی جهل مادر عمار که اسمش سمیه هست ای را شهید میکنه، ای را به شهادت میرسانه. و همین جاست که سمیه با شهید شدن خودش و با خون خودش یک تاریخ برای ما شما چی میکنه؟ به میراث میمانه. تاریخ اسلام از همین جا با خون یک زن شروع میشه و اولین شهید در تاریخ اسلامی ما کی است؟ یک زن است که نام از او چیست؟ سمیه. سمیه مادر عمار و خانم یاسر. خب سوال کی داره؟ سوالات شما رو میگیریم. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که از بر مشرکین به دین اسلام دعوت میکردن، چه قسم با آنها صحبت میکرد؟ به کدام زبان؟ صحبت پیامبر صلی الله علیه و سلم صحبت نرم، صحبت مهربانی بود. میگفت که من پیامبر خدا هستم، دستور خدایست که شما بت پرستش نکنید، چون مشرکین قریش بت پرست بودن، خدا پرست نبودن. بسیار با نرمی با مهربانی همراهشان صحبت میکرد و میگفت که اینا این سنگ ها و این بت هایی که شما پرستش میکنین هیچ کدام فایده و مفادی برای شما نداره و نمیرسانه. به همین شکل با مهربانی همراهشان پیش میرفت. سوال دیگه هم هست. وقتی که مشرکین مسلمان ها را آزارن و مسلمان ها چه رقم دفاع میکنن؟ بله، مشرکین که به مسلمان ها اذیت و آزار میرسان، مسلمان ها چی کار میکرده برابرش؟ مسلمان ها صبر میکردن. پیامبر گرام اسلام صلی الله علیه و سلم صبر میکرد بخاطر از اینکه مسلمان ها اندک بودن، تعدادشان بسیار کم بود و اگر مسلمان ها هم شروع میکردن به مقابلی بالمثل یا امرشان جنگ میکرد و اینجا بود که شاید
یک دیگر از بین می بردن. و اگر پیامبر گرامی اسلام هم شروع میکرد به انتقام گرفتن و همراه اونا معامله بالمثل میکرد، شاید در همونجا ممکن که دیگه دعوت اسلامی چی میشد؟ ختم میشد. ولی قرار بر این نبود. مسلمان ها صبر میکردن و از خداوند میخواستن که صبر برشان نصیب بکنه. و همینجا بود که با صبر و شکیبایی خود پیامبر اسلام و مسلمان ها آهسته آهسته روز به روز تعداد مسلمان ها بیشتر شد. دوستان عزیز، این بود مختصر از زندگی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم. البته همون بخشی که دعوتش به شکل علنی آغاز کرد و برای مشرکین پیام رسان. بخشای دیگری از قصه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم شبهای آینده خدمت شما تقدیم می‌گردد. تا دیدار بعد، خداوند نگهدارتان باد. بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق. صدق الله العظیم. درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را. هموطنان گرامی، اطفال نازنین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز آمدیم با یکی دیگه از برنامه هایی که در تربیت و اخلاق اسلامی ما شما در ماه مبارک رمضان فرا گرفتیم، با عنوان اهمیت درس و علم مهمان خانه هایتان شدیم. اما امروز برنامه ما شما متفاوت است. ما آمدیم با دوستایتان، با توجه به یک تهدید صحی که وجود داشت و چند روز را ما بدون دوستانتان برنامه ها را انجام دادیم، امروز خواستیم که دوستایتان هم باشند و البته با حفظ امنوکاتی که ضرور هست دوستایتان هم در استودیو هستند. ما باید با اینا سلام داشته باشم و باز انشاءالله درس را مشترکاً پیش میبریم. سلام اطفال نازنین، خوب هستین؟ دخترای خوب، بچه های بسیار خوب، خوش آمدین. روزای رمضان بخیر سپری میشه؟ بسیار خوب، بسیار خوب. درس امروز ما شما، اما تو که برای دوستایتان که در خانه هم هستن گفتم، با عنوان اهمیت درس است. اهمیت چی است؟ درس و علم. یعنی ما چرا باید درس بخونیم؟ اولی که باید ما شما با عنوان افراد مسلمان، با عنوان دخترها و بچه های بسیار خوب و شکرگزار، از خداوند متعال سپاسگزار باشیم. به خاطر چی؟ به خاطر ازی که توسط علم ما شما را از تاریکی و جهل به سوی راهنمایی، به سوی روشنی راهنمایی و هدایت نمود. شما گاهی اوقات دیدین که آیا فکر میکنین که ما با حیوانات بسیار تفاوت داریم؟ اما ترس یا نه؟ بسیار تفاوت داریم. خداوند متعال بر ما شما عقل داده تا توسط از او چی کنیم؟ درک کنیم. برای ما شما جسم داده تا توسط از او چی کنیم؟ حرکت کنیم، کار کنیم، فعالیت کنیم، در دنیا زندگی کنیم. برای ما شما قلب داده به خاطری که دوست داشته باشیم، به خاطری که محبت بورزیم. اما ترس یا نه؟ ما برای تا گفتم که کلانترین تفاوتی که میان انسانها و حیوانات است، قوت چی است؟ قوت ازی تعقل است و فکر کردن است. و ای که ما تفاوت داریم با حیوانات توسط امی تعقل و درک است. اما یک چیز بسیار مهم است، بسیار زیاد مهم که من باید براتون بگویم، این است که وقتی که خداوند بر ما عقل داده و جسم داده و قلب داده، تمام اینها به غذا ضرورت دارند. به چی ضرورت دارند؟ به غذا ضرورت دارند. غذای عقل ما شما علم است. چیست؟ علم. ما باید علم یاد بگیریم، چون این عقل ما شما متوقف نشه، راکت نمانه. این باید در راستای پیشرفت و در راستای ترقی چی کنه؟ در حال انکشاف باشه. درست است؟ این غذایش چی میشه؟ غذای عقل ما شما؟ غذای عقل ما علم است. اما غذای قلب ما چی است؟ پیشترم یک نشانه گفتم، آفرین، محبت است.
ما باید دوست داشته باشیم، ما باید محبت بورزیم، ما نباید کینه و نفاق و شقاق را در قلبمان جای بدیم. ما در روزای اولم گفته بودم که رمضان این فرصت به کل ما شما چی میکنه؟ مساعد میکنه که ما شما تمرین دوست داشتن را در قلوبمان تمرین کنیم و یاد بگیریم. و غذای جسم ما همی آب و غذایی است که ما شما میخوریم، به خاطر حرکت کردن با او ضرورت داریم. چی داریم؟ ضرورت داریم. آیا قبل از او که زیادتر درس ادامه بتیم، شما چون بچه ها و دخترهای بسیار باهوش و از رنگ هستین و بسیار فهیم هستین، آیا کسی سوال داره؟ آفرین آمنه جان، میشه بگویم؟ در بین دخترها و بچه ها کدام فرق از دین اسلام؟ بسیار آمنه سوال مهم را مطرح کرد. چیزی که همیشه ما شما از اون ناحیه در کشورمان رنج بردیم، با وجودی که ما مسلمان هستیم، میفهمین که خداوند متعال شما بچه ها باید بسیار بفهمین. حتی از دخترها که این گپ را من براتان میگم، چون در ذهنتان همیشه حق شده و هیچ وقت بچه های خوب میادتان نره، خصوصا پسرها. در بین دختر و بچه هیچ فرقی بر ازی که علم یاد بگیره وجود نداره. خداوند متعال در اولین خطابی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را صدا کرد گفت اقرا، یعنی بخوان. اقرا، بخوان، بخوان. برای چی؟ به خاطر که معرفت حاصل کنی. معرفت یعنی چی؟ یعنی که خدا را بشناسی. دیگه در اوجه نگفت که مردا بخوانن، زنا نخوانن. همه بخوانن. باید بخوانیم. به خاطر نجات جامعه خود باید بخوانیم. بخوان. چرا بخوان؟ به خاطر ازی که ترقی و پیشرفت بر مردمت بیاری. بخوان. چرا بخوانی؟ به خاطر اینکه تفاوت جنسیتی را ما در جامعه خود مدار اعتبار ندانیم، بلکه برتری را بر اساس تقوا بدانیم. این چیزا با چی به وجود میاد؟ با خواندن به وجود میاد. بازم دیگه سوال است؟ آیا سوالت خوب جواب دادم آمنه جان؟ بسیار خوب. دیگه سوال است؟ آفرین. کسی که علم میاموزه و کسی که علم نمیاموزه کدام فرقی است؟ بسیار خوب مینا جانم، بسیار یک سوال خوب کرد. دختر بسیار باهوش و بسیار هوشیار. گفت که آیا بین کسی که علم میاموزه و بین کسی که علم نمیاموزه کدام تفاوت است؟ ببینین یک چیز خوب دیگر هم من براتان میگم. برامو اساسی که قبلا هم بر دوستای دیگه تان گفته بودم که ما هر چیز را بر اساس قرآن کریم باید بدانیم. خداوند میگه که معیار برتری بین انسان ها فقط تقواست. هیچ کس بر هیچ کس دیگه برتری نداره. هیچ مردم به هیچ مردم دیگه، هیچ زنی بر هیچ مرد دیگه، هیچ مردی بر هیچ زن دیگه یا بر همه تو متفاوت نیستن، مگر به تقوا. اما در مورد علم میگه که نه، میگه کسانی که علم دارن اونا با کسانی که علم ندارن برابر نیستن. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ آیا میگه شما کسانی را که با هم، یعنی کسانی که علم دارن و کسانی که علم ندارن را برابر میدانین، در حالی که اونا برابر نیستن؟ و در درس اگر یادتان باشه و دوستای خود که در خانه هم هستن یادشان باشه که در درسی که من دادم که احترام به بزرگا، اونجا در کنار احترام به بزرگا احترام به علما و دانشمندان هم نیاز بود، که خداوند میفرماید که یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. یعنی اونجا ما در کناری که به دیگه مردم به کلانای خود احترام میکنیم، باید در مجالس خود به علما و دانشمندا به خاطر علمی که دارن چی داشته باشیم؟ احترام داشته باشیم. خب دیگه خداوند چرا تاکید کرده که علم را بیاموزیم؟ آفرین. بسیار زکریا جانم، بسیار یک سوال خوب کرد. چرا خداوند اینقدر تاکید کرده؟ حضرت علی کرم الله وجهه بسیار یک سخن خوب داره. میگه که در یک خطاب عمومیش به تمام مسلمانان میگه که شما باید علم بیاموزین. چرا؟ چون اگر ثروت داشته باشین، باید خودتان شب و روز متوجه ثروتتان باشین که از دست ما نره و در نهایت از ثروتتان محافظت کنید. اما علم بیاموزین به خاطر که علم شما را محافظت میکنه. علم باعث پیشرفت میشه، باعث ترقی میشه، باعث ازی میشه که جامعه ما شما از این وضعیتی که داره چی کنه؟ نجات پیدا کنه. ما شما کشوری هستیم که نیاز داریم به اینکه
آیندهش به دست شما ساخته شود. شما آینده سازای کشور ما هستین و به می خاطر باید چی یاد بگیرین؟ باید علم یاد بگیرین. اما تو در سطح کلان در درسای گذشته من برای دوستایتان گفته بودم شما نبودین اون روزا، این بود که خداوند انسان را آفریده تا زمین را آباد کنه. این آبادی زمین شامل ترقی اقتصادی میشه، ترقی علمی میشه، ترقی و پیشرفت در تمام نواحی زندگی جز با علم و درس چی نیست دخترها و بچهای خوبم؟ ممکن نیست. به او خاطر زکریا جان ما شما باید چی بکنیم؟ علم را بیاموزیم و خداوند هم به می خاطر تأکید کرده و در نهایت معرفت و شناخت خداوند هم بدون علم ممکن نیست و خداوند متعال به پیامبرش میگه که ما تو را به خاطر ازی که چیزایی را که نمیدانستی آموزش دادیم در مقابل تو بسیار مهربانی و لطف داریم و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما، یعنی به خاطر که چیزایی که تو یاد نداشتی و ما تو را آموزش دادیم و یاد دادیم این نشانگر لطف و عظمتی است که لطف و مهربانی است که ما در مقابل تو داشتیم. پس ببینین که چقدر علم یک چیز خوب است، اما ترس یا نه؟ آیا به طور خلاصه کسی میتونه بگوید که علم باعث چی میشه؟ باعث معرفت. باعث معرفت خداوند متعال. دیگه باعث چی میشه مینا جان؟ آبادی کشور ما شما میشه، باعث پیشرفتی اقتصادی و علمی در تمام ابعاد جامعه ما شما میشه. و این وظیفه کیست؟ وظیفه شما، وظیفه شما دخترها و بچه های خوب است که انشاءالله کشور ما را آباد کنین و یک جامعه بهتر را برای ما رقم بزنین. والدین گرامی، امروز درس امروز را ما به علم و اهمیت سواد و آموزش و خواندن و نوشتن اختصاص داده بودیم. بیایید با تربیت نسل با سواد آینده بهتری را برای فرزندانمان و برای آیندگانمان رقم بزنیم. علم و آموزش تنها ترین راه نجات ما شما از این بحران است. من و همکارانم را از دعای خیرتان فراموش نکنین. تا دیدار آینده شما را به خداوند منان می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.